سلام دوستان، امروز میخواییم در مورد کارایی الگوریتم ها صحبت کنیم. بله، کارایی الگوریتم ها. دوستان علاقمند به مباحث برنامه نویسی میدونند اولین چیزی که یک برنامه نویسی یاد میگیره معمولا الگوریتمه. الگوریتم دنباله ای از دستوراته که اجرای متوالی این دستورات باعث حل مسئله خواهد شد. هر برنامه نویسی، هر فرد علاقمندی حتما یه جایی یه الگوریتمی دیده. مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم. حتی اگه شما برنامه نویس نیستید، در زندگی روزمره مثلا برای ثبت نام در آزمون، ثبت نام در دانشگاه، ثبت نام در مدرسه، حتما یک دنباله ای از دستورات رو اجرا کردید. یعنی مدارک رو تهیه کردید، کپی ها رو گرفتید، رفتید پیش مسئول آموزش، کد رهگیری گرفتید، مدارک رو ارائه دادید و الی آخر. اما بحثی که کمتر در مورد اون صحبت می کنیم کارایی الگوریتم هاست. کارایی الگوریتم. مثلا در دوران ابتدایی به ما گفتن درس بخون. کتابو باز کردیم، چند لغت جدید باید یاد میگرفتیم. نمیدونم کتاب ادبیات فارسی رو خوندید یا نه، اونجا لغت‌های جدید رو داریم، یا زبان انگلیسی. 5 تا لغت اول رو یاد گرفتیم، خیلی عالی. 5 تا لغت بعدی، 5 تا لغت بعدی، بعد کم کم احساس کردیم حافظه ما داره از کار میفته. یعنی این روش که من مستقیما میرم سراغ کتاب جوابگو نیست. چرا؟ چون کارایی الگوریتم ها رو نخوندیم. برنامه نویسی میکنیم، میبینیم برنامه ما در اون لحظه تست خیلی عالی کار میکنه. 2 هفته بعد، 3 هفته بعد، 4 هفته بعد کارفرما میگه رضا برنامه خیلی کند شده، سرعت اجرای این دستورات بسیار بسیار پایین اومده. چرا؟ در مورد داده های کم، الگوریتم های ناکارآمد هم خیلی عالی کار میکنند. اما زمانی که حجم داده های شما بره بالا، این الگوریتم ناکارآمد شما با یک سری مشکلاتی مواجه خواهد شد. زمانی که قرار من برای کنکور بخونم کاملا متفاوته با زمانی که من بخوام مثلا یک شعر 2 بیتی رو حفظ کنم. فرض کنید قرار الان ویدیو ضبط کنیم، من تصمیم گرفتم یه شعر کوچیکی ابتدای ویدیو بگم. روش حفظ کردن این کاملا متفاوت با روش درس خوندن برای کنکوره. خب چی کار کنیم؟ میایم سراغ بحثی به نام طراحی الگوریتم ها. در بحث طراحی الگوریتم ها میگه شما فرض کن یه الگوریتمی نوشتی. خب دنباله ای از عددها رو در نظر بگیریم. یعنی چند تا عدد دنباله گفتم بحث دنباله های ریاضی نیست. فرض کنید ما این عددها رو داریم. خب عدد 7 و 5 و 4 و مثلا 3. خب حالا که این عددها رو داریم، من به دنبال روشی برای پیمایش این عدد هم. یعنی فرض کنید از دو میپرسم آیا عدد 3 در بین این عدد ها موجوده یا نه؟ شما میایید از این سمت اول این عدد رو چک میکنید، بعد این عدد، بعد این و بعد این. یعنی پیمایش ما تقریبا خطیه، از اولین عنصر تا آخرین عنصر. میخواستیم مطالعه کنیم، رفتیم سراغ کتاب زبان، درس اول 10 تا لغت اول، درس دوم 5 تا لغت، درس سوم همینطور میریم جلو. خب تا اینجا که مشکلی نداریم. اما میگیم آیا کارایی این الگوریتم با افزایش تعداد عددها به صورت خطی میره بالا یا به صورت نمایی میره بالا؟
پس زمان اجرای دستورات، یعنی تعداد کارهایی که من بایستی انجام بدم، آیا با افزایش این عددها اون هم افزایش پیدا میکنه یا نه؟ اجازه بدید بیایم سراغ عددهای بیشتر. مثلا فرض کنید ما این عددها رو داریم. خب حالا من بایستی دوباره بیام خونه شماره 0، خونه شماره 1، خونه شماره 2. حالا احتمالا دوستان که یک مقدار برنامه نویسی کار کردن میدونن که داریم یک آرایه نشون میدیم. خب پس تمامی اینها رو من در نظر بگیرم، برای n عدد من بایستی n بار این کار رو انجام بدم. فرض کنید تعدادی عدد داریم، از شما سوال کردیم، الگوریتمی بنویسید تعداد دانشجویانی که نمره بالاتر از 10 گرفتند را برای ما مشخص کنند. این سرچ الگوریتم نیست، یعنی شما باید از ابتدای آرایه، ابتدای نمرات تا انتهای نمرات رو یکی یکی پیمایش کنید و تعداد رو محاسبه کنید. اینجا ما میایم سراغ یک نماد، اصطلاحاً او بزرگ گفته خواهد شد، به این شکل می نویسن او داخل پرانتز، بعد تابع رشد رو اونجا می نویسن. میگن اگه در این روش که شما به دنبال پیدا کردن تعداد دانشجویان مردودید یا برعکس قبول شده اید، اگه تعداد نمرات N نمره باشه، الگوریتم شما چند بار دستورات رو اجرا میکنه؟ در این حالت خاص ما میگیم n، یعنی در این حالت خاص ما n بار دستورات رو اجرا میکنیم. پس تقریبا میشه گفت برای مثلا همین پیمایش خطی شما این نمودار رو دارید، یه نمودار خطیه. پس اگه مثلا اینجا 50 رو داشته باشید، اینجا هم 50ه، بعد اون بالا 100 رو داشته باشید، 100 میلیون رو داشته باشید، 100 میلیونه و الی آخر. خب حالا اینها رو چطور محاسبه میکنن؟ ببینید دوستان، ما در مباحث برنامه نویسی معمولا حلقه های تکرار داریم. داخل حلقه های تکرار ما دستوراتی رو به تعداد معین انجام میدیم. خب پس زمانی که شما یک حلقه تکرار نوشتید، نوشتید for، خب مثلا i از 0 تا مثلا 5، اینجا هم نوشتید next i، هر دستوری که شما اینجا بنویسید به اندازه ی حالا بگیم n، یا حالا اینجا 5 بار تکرار خواهد شد. در تحلیل الگوریتم های مقدماتی معمولا میان یه جدولی رسم میکنن، در این جدول مینویسن اینجا i رو داریم و اینجا مثلا اون دستور رو 0 و 1 و 2 و 3 و مثلا 4. خب 5 بار میگیم این اجرا خواهد شد. در زبان پایتون معمولا شما رنج می نویسید. در زبان سی یک مقدار ما دقیق تر اون مقدار اولیه رو مشخص می کنیم، شرط رو می نویسیم و بر فرض مقدار افزایش رو می نویسیم. خب اینجا الان ما میگیم هر دستوری که اینجا بنویسید به اندازه، حالا فرض کنید این n بار تکرار خواهد شد. پس اگه الگوریتمی دارید که حلقه تکراری در درون این الگوریتم نوشته شده، در اکثر مواقع، میگم اکثر مواقع، استثنا هم داریم، این تابع رشد ما برابر با تعداد تکرار ما بود. پس اینجا آرایه دارید، دنباله ای از عددها دارید، صد تایی، هزار تایی، شما میگید که این به صورت خطی رشد خواهد کرد.
آیا میتونیم حالتهای دیگر رو در نظر بگیریم؟ بیایم سراغ حالتهای بهتر. فرض کنید ما در درون مثلا یک تابه یه دستور پرینت نوشتیم. پرینت. خب. نام فایل. منظور چیه؟ منظور عددی که در خونه شماره 5 قرار داره برای ما نمایش بده. فرض کنید خونه 0، خونه 1، خونه 2، 3، 4 و 5. عدد ما اینجاست. گفتیم این رو برای ما نمایش بده. حالا بعداً هش تیبل ها و اینها رو بحث میکنیم. خب میگیم الان کارای این الگوریتم چقدره؟ شما میگید اینجا ما همیشه او یک رو داریم. مهم نیست اصلا تعداد عددهای شما بشه 10 میلیون، 5 میلیون عدد دارید یا اصلا 10 عدد دارید فرقی نمیکنه. من فقط عددی که در خونه شماره 5 قرار داده رو میخوام. به اینها اصطلاحاً او یک گفته میشه. بعد ببینید او یک و او دو و او سه فرقی با هم ندارن. میگیم یک عدد ثابته. یه عدد ثابته. یعنی اگه بخوام براش نمودار رسم کنم یه همچین نموداریه. در طول زمان هیچ تغییری پیدا نمیکنه. بهترین روش ها همینن. مثلا اون هش تیبل رو که حالا بعدن در برنامه نویسی توضیح میدیم تقریبا یه چیزی مثل این. پس اگه 2 بار یا 3 بار یا 4 بار یا 5 بار فقط اجرا شد ما میگیم این او یکه. با رشد ورودی این اصلا تعداد اجرای دستوراتش افزایش پیدا نمی کنه. من مجبور نیستم از اول تا آخر اون عددها رو پیمایش کنم. برعکس این ما یک سری حلقه های تکراری داریم که این حلقه های تکرار به صورت تو در تو نوشته میشن. خب پس شما یه حلقه 4 دارید. یه حلقه 4 دیگه داخل اینی تعریف کردید. معمولا در مورد آرایه های 2 بعدی مثلا اینطور می نویسیم یا جاهایی که مثلا می خواهیم سورت کردن رو انجام بدیم. روش هایی داریم برای مرتب سازی عدد ها، مثلا از کوچکترین عدد به بزرگترین عدد می آیم اینطوری می نویسیم. تکرار اول و تکرار دوم در درون این قرار دارند. یعنی زمانی که آی مساوی فرزن 1 شما از 0 تا n رو برای j پیمایش خواهید کرد. اینجا شما میگید نه دیگه، ببین اینطوری نیست. من اینجا n کار رو انجام میدم ضرب در n. در واقع این او n به توان 2 خواهد بود. ممکنه تعداد متفاوت باشند، n ضرب در m بشه، اما میبینیم اینها عددهای بزرگی هستند. یعنی n به توان 2 داره تصاعدی میره بالا. برنامه شما به ازای هر ورودی داره تصاعدی کند میشه. پس برنامه نویس بایستی هر الگوریتمی نوشت بیاد راجع به اینم فکر کنه، بگه کارایی این الگوریتم من چقدره. ما برعکس رو هم داریم، توابع لوگاریتمی رو هم داریم. مثلا یا فرض کنید ما بیایم و عناصر یک آرایه یا دنباله ای از عددها رو مرتب سازی کنیم.
خونه اول عدد یکه، خونه دوم مثلا عدد هفته، بعد یازدهه، بعد 25، بعد مثلا 33، بعد مثلا 45، یه همچین داده هایی داریم. خب مثلا 52. زمانی که شما میخواید عمل سرچ رو انجام بدید، عمل جستجو رو در این حالت انجام بدید، یکی از روش های مرسوم اینه شما برید سراغ عدد وسط. میگید مرتب سازی شده است دیگه. خب بیایید و اون عدد وسط رو پیدا کنید. خب مثلا ما میگیم اینجا شما این عدد رو دارید، میگی اون عدد رو با این عدد وسط مقایسه کن. مثلا به دنبال عدد 70 در درون این آرایه هستیم، در دنبال این عدد ها هستیم. پس اینو آیا ببینید 70 و 25 چه رابطه ای دارن؟ خب میگید 70 از 25 بزرگتره. پس شما کلن این قسمت رو حذف میکنید. یه فیلم خیلی جالبی بود در مورد همین. دفتر تلفن رو آوردن، بعد گفتند مثلا ما به دنبال حرف M هستیم، بعد وسط رو باز کردن، گفتن خب M کدوم سمته؟ این سمته. پس از وسط این رو نصف کردن. دوباره وقتی این کار رو انجام دادیم، میایم سراغ این یکی عدد. خب بعد دوباره میگیم آیا این 70 و 45 چه ربطی به هم دیگه دارن؟ پس میایم این مجموعه رو حذف میکنیم. یعنی هر بار مثل این که دامنه های ما در حال نصف شدنه. خب این خیلی سریعتر عمل میکنه. یعنی اگه اون سورت رو بتونیم درست پیاده سازی کنیم، این سرچ کردن ما خیلی با سرعت عمل میکنه. پس زمانی که مثلا فرصت داریم، ثبت نام تموم شده، دو روز بعد قراره مثلا دانشجویان انتخاب واحد کنن، میایم و با استفاده از هر الگوریتمی داده ها رو سورت میکنیم. خیلی ساده، هر دانشجوی مراجعه کنه من پرونده رو به سادگی میتونم پیدا کنم. حالا در مورد این جور سرچ ها مثلا میگن این لوگ N خواهد بود، یعنی تابع رشد این او ان مساوی لوگ ان، لوگاریتمیه. پس از این به بعد در تمامی کدهایی که شما می نویسید، از ساده ترین کد تا حالا بگیم پیچیده ترین کد، همیشه سعی کنید در مورد پیچیدگی زمانی این برنامه ها هم یه تحقیق کوچیکی بکنید. برنامه نویسی که ساختارهای داده ای و الگوریتم ها رو میدونه، از نظر کارایی خیلی بهتر از برنامه نویسی عمل میکنه که اینها رو نمیدونه و بعد با چالش های بعدی مواجه خواهد شد. در مسئله های برنامه نویسی هم دقیقا اینطوریه. شما فرض میکنید که برفرض تعداد داده های تکراری در یک آرایه رو با فلان الگوریتم پیدا کردید. بله برای 10 تا داده درست کار میکنه. اما زمانی که من میخوام برای داده های دیجیکالا مثلا این کار رو انجام بدم، فرض کنید اصلا سیستم های دیتابیسی وجود ندارند و من مجبورم خود داده ها رو پردازش کنم، این کارهای الگوریتم ها برامون بسیار بسیار مهمتر خواهند بود. پس این بود خلاصه ای از مطالب در مورد کارایی الگوریتم ها یا نوشتن او بزرگ.